آسیاب‌های آبی، یادگارهای سنتی و قدیمی که روزگاری آخرین فناوری تبدیل غلات به آرد بودند. همه عموم بخش توی آسیاب‌ها آرد می‌کردند. کل عشایری ها دیگه آسیاب نبود. 16 ساله بودم دیدم که کار می‌کردن، خودم هم توش آرد کردم. خدمت آسیاب‌های این منطقه مختص به دوره صفویه و قاجاری می‌باشد که عملکردان‌ها به صورت سقلی بوده. آب و از بستر رودخونه به صورت سقلی هدایت می‌کردن به تنوری آسیاب‌ها و مصالح به کار رفته در این آسیاب‌ها از سنگ و ملات آهک بوده. کارخانه‌های دست ساخته پدرانمان که با قدرت آب کار می‌کردند. از همین کانال آب جریان داشت به قسمت دول آسیاب، که دول آسیاب منهم قطرش 1.20 و ارتفاعش 8 متر بوده. سنگ های بزرگ گذاشتن پایین، یعنی به خاطر اینکه مقاومت آسیابا بیشتر حفظ بشه و حجم زیادی از مساله رو بتونه تحمل کنه و آسیاب ما هرچه که به رشهای بالاتر نزدیک میشیم مساله و سنگهای کوچکتری استفاده شد. بناهایی که امروز جزو آثار باستانی و ارزشمند این مرز بومند و نیازمند توجه و رسیدگی. انتظار داریم ز مسئولین بیان بازسازی بکنن، چون میراث فرهنگیه، چون این منطقه سردشت یه تاریخ یه ابهت داره. بازسازی این آسیاب ها و آثار باستانی موجب حفظ و تقویت تاریخ و فرهنگ بومی، رونق گردشگری و درآمدزایی برای مردم منطقه خواهد شد. در بخش سردشت بیش از 10 آسیاب تاریخی وجود دارد که نیازمند توجه جدی مسئولین است. سجاد حشمتی، خبرگزاری صدا و سیما، سردشت دسپور.